رئیس ارگان موسوم به بنیاد نخبگان خوزستان اعلام کرد موضوع فرار مغزها در خوزستان بسیار جدی است. وی با اشاره به اینکه فرار مغزها در سطح کشور به عنوان یک مشکل مطرح است، علت این وضعیت را در خوزستان شرایط آب و هوای این استان اعلام کرد. در همین حال رسانه‌های حکومتی در روز 13 خرداد با اعتراف به وضعیت فاجعه‌بار فرار مغزها از ایران، گزارش‌هایی از بحرانی که هم‌اکنون با آن مواجهند را منتشر کردند. گزارش کوتاهی در این زمینه. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده که ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی از نظر فرار مغزها در جهان مقام اول را دارد و مهاجرت تحصیل کرده ها از ایران به شدت افزایش یافته است. یک رسانه حکومتی به نام اقتصاد و کسب و کار در گزارشی با عنوان افزایش شدید مهاجرت تحصیل کرده از ایران با مقایسه آمار مهاجرت از ایران در سالهای قبل از 57 می نویسد که این رقم به زیر 50,000 نفر در سال می رسید. اما این ارقام از سال 57 به بعد به شکل ناباورانه ای تغییر کرده است. ایران دیگر در رتبه انتهای جدول نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. شمار جمعیت ایران نسبت به سال 57 دو برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به 7 میلیون نفر یعنی 140 برابر رسیده است. این منبع می‌افزاید طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده است و سالانه تا 180,000 نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند. 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده اند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون بیش از 250,000 مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 دکترا و سالانه 5,475 نفر لیسانس از ایران مهاجرت کرده اند. در سال 1391 حدود 150,000 دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده اند که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین 64% دانش آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت کرده اند. این رسانه حکومتی به نقل از مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می نویسد فرار مغزها در چند سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است. اینها در حالی است که تقریباً کلامی درباره این فاجعه ملی سخن گفته نمی‌شود.